عرض سلام و درود و ادب خدمت همه عزیزانی که نشستن برنامه گفتگو رو الان دارن تماشا میکنن از شبکه جهانی دریملند. افتخار اینو داریم که یه برنامه دیگه رو براتون آماده بکنیم. این برنامه هم مثل سری برنامه‌های قبلی گفتگو که اختصاص داشت به خرید و فروش املاک ملکی، امروز هم سعی کردیم که یک وقت خوبی رو کنار بگذاریم که بتونیم پاسخ تمامی سوالای شما رو راجع به خرید و فروش ملک مسکونی بریم. تو سری گذشته چند بار اشاره کردیم به طرق فروش خونه، چند تا تیپ برای خرید خونه، تأثیرات نرخ بهره بانکی روی مارکت و عوض شدن سال نو و اومدن سال نو میلادی چه تأثیری روی مارکت میذاره. چیزی که من به طور خیلی سطحی بهش اشاره کردم در برنامه اول متدهای فروش خونه بود که دوتا از معروفترین اونها یکیش پرایوت سیل و دومی آکشن بود، به شما توضیح دادم. ولی خب سوالای خیلی مهمی داشتیم، خیلی از من سوال کردن که چه فرقی بین پرایوت سیل و آکشن هست و کدوم رو بهتره که ما انتخاب کنیم. این برنامه مختص به اون کساییه که برشون میخواد که خونه رو بفروشن، ولی در این حال چون میدونم ما به عنوان خریدار هم ممکنه بریم پرایوت سیل بخریم یا بریم داخل آکشن، مخصوصا آکشن یه سری قواعد و قانون داره، از من سوال میکنن که بهتره که وقتی ما میخوایم خونه هم بخریم بهتره جایی بریم که آکشن داشته باشه یا بریم پرایوت سیل. سعی میکنم این دوتا رو براتون باز کنم از تجربیاتم تا اونجا که ممکنه اطلاعات رو در اختیار شما بگذارم و بهتون بگم که کدوم طریقه خرید یا طریقه فروش بهتره. ولی بازم همیشه گفتم این یک تصمیم شخصی، این خونه شماست اگر میخواییم بفروشین یا اگه خونه آیندهتونه که میخواییم بخرین، این دست شماست که چطوری بخرین یا چطوری بفروشین. من فقط تجربیات شخصی رو با شما تقسیم میکنم. فقط یه چیزی، چون برنامه هفته قبل من راجع به نرخ بهره بانکی صحبت کردم و گفتم که تجربیات شخصی منه و اگه دلتون میخواد برین از بروکر یا بانک خودتون بپرسین، داشتم تلفن و چند نفر هم به من مسیج زدن که وقتی شما راجع به ملکوین رو حرف میزنید مثلا ما باید بریم بازم تحقیق کنیم. فقط یه چیز کوتاه بهتون بگم، این که راجع به خرید و فروش تمام قوانینی که اینجا در این دوربین و این تلویزیون گفته میشه، بدونید که 100% هیچ وقت بدون تحقیق من جلوی دوربین نمیام. درست این برنامه زنده است، یعنی هیچ دیالوگ و اسکریپتی نداره، وقتی ما ضبط میکنیم هیچ چیزی رو نمینویسیم، از روی کاغذ خونده نمیشه. ولی مطمئن باشین که قبل از شروع این برنامه من میرم و تحقیقات خودم رو میکنم و بعد از چندین سال تجربه و کار تو این عرصه مطمئن باشید که اگر اطلاعاتی راجع به خرید یا فروش، قوانین خرید و فروش در مخصوصا در ملبورن و ویکتوریا، چون ممکنه در ایالات‌های مختلف کمی قانون فرق داشته باشه، نه خیلی ولی خب کمی فرق داره، مطمئن باشید که اطلاعاتی که از این رسانه به دست شما میرسه مطمئن باشید که همه مستنده و روی اونها تحقیق شده. نگران چیزی نباشید. خرید و فروش ان راجب پرایوت سیل و آکشن میخوایم صحبت کنیم. قبلا اشاره کردم که پرایوت سیل یا یه خریدیه که به طور شخصی انجام میشه، شما زنگ میزنید یه نفر ریل استیت ایجنت که میاد خونه شما رو قیمت میذاره و حتما یه لیستینگ پرزنتیشنی داره نشون میده که چطوری میخواد خونه شما رو بفروشه، یه باجتی میذاره کنار برای مارکت و شما تصمیم میگیرید که با این ریل استیت ایجنت یا این کمپانی خونتون رو بفروشید. بعضی هم هستن که خودشون به شخصه میان و خونشون رو تبلیغ میکنن و میفروشن. قبل از این بهتر آدم بره از یک کمپانی خونش رو بفروشه یا اینکه خودش بفروشه بهتره. نه به خاطر اینکه من ریل استیت ایجنت هم، ولی قاعدتا خونه خودش رو میفروشه، یعنی حدود یه قیمتی رو خونه همیشه میفروشه، یعنی اون ریل استیت ایجنت نیست که دقیقا خونه شما رو میفروشه. خونه‌ای که شما برای فروش میذارید حتما یه فیچرهایی داره،
حالا ممکن استاف داشته باشه، لوکیشنش خوب باشه، خونه بزرگی باشه، دو تا خوابه باشه، چهار تا خوابه باشه، یه باتروم زیاد داشته باشه. به این دلایله که اونایی که خریدار هستن و میخوان خونه رو پرچس کنن به دنبال یک جور خونه میگردن. اونا میان و این خونه رو میبینن، میپسندن و حاضرن قیمت خوبی باهاش بدن. ولی بدونید که طبق قانون ویکتوریا همیشه قیمت خونه بین 10% تغییر میکنه و این 10% در خونه‌های مثل 400,000 دلار اگه باشه 40,000 دلار بالا یا پایین میشه. اگر خونه مثلا بره تا 800,000 دلار، 80,000 دلار تفاوت 10% وجود داره. یعنی چه شما 800,000 تا بفروشین چه 880 تا، این کاملا قانونیه. پس اگر که شما بخواید خونتون رو بفروشین با یه تبلیغات خیلی متوسط و خودتون بخواید این کارو بکنید، چون کسی که میاد بخره، خود شما هم اگر که خریدار بشین بعداً، سعی میکنید که چونه بزنید، بارگن بکنید، برید و نگوشیت کنید که قیمت رو از تا اون جایی که ممکنه پایین بیارید. کسانی که ریل استیت ایجنت هستن و مشاور املاک هستن، این آدما ترین شدن، این آدما آموزش دیدن که چجوری بتونن بهترین پرایس رو برای شما در چانه زنی و نگوشیشن بگیرن. پس ممکنه که شما مثلا 1%، مثلا 2% کمیسیون به این آدما بدین، ولی این آدما اگر که ریل استیت ایجنت خوبی باشن برای شما 10% بالای اون قیمتی که خونه مثلا در واقع می شما بتونید بفروشید میتونن براتون بفروشن. دوم این که به طور شخصی اگر بخواید شما اونو در مارکت تبلیغ بکنید، به طور مثال دارم میگم، اگر بخواید در صفحه ریل استیت، در صفحه اول ریل استیت دات کام دادی خودتون به شخصه تبلیغ بکنید، چیزی بوده لنزه که 3,000 تا 4,000 دلار قیمتش تموم میشه. ولی کمپانی ها چون با اینها قرار داد دارن و به قول معروف با هم بیزنس ریلیشن دارن، ممکنه به جای 4,000 دلار 1,000 دلار فقط پول تبلیغات شما بشه. از این برم سیو میکنید. و در آخر این که به هر حال برند و داشتن یک اسم که بتونه شما رو پریزنت بکنه، بدون شما رو معرفی بکنه در مارکت، خیلی جای یک نقطه قوتی است برای فروش خونه شما. مثل میمونه که هیچ برند خاصی رو اسم نمیخوام ببرم، ولی اگه مثلا میخوام لوازم الکترونیکی بخرید، فلان برند مثلا خیلی معروفه، اگه نگاه کنید خب قیمتش هم به خاطر برندش بالاتره. شما فرض کنید از بین اسمای بزرگی که در مارکت هستن به عنوان ریل استیت، اگر یکی از اونا رو انتخاب بکنید، شما این برند رو برای خودشون، یعنی شما در زیر چتر حمایت اینا هستین. و اگه اینا خونه شما رو بفروشن، خریدارا هم با دل راحت میان میخرن، چون میدونن که این از طرف یک کمپانی و یک کوپریشن بزرگ داره حمایت میشه و زیر چتر ایناست. در ضمن 1,000 تا ممکنه اتفاق نیفته، ولی ممکنه هم یه اتفاقایی بیفته از این و اون ور که احتیاج به یه نفر آدم با تجربه داره که بتونه این دیل رو به هم سیل بکنه، به هم وصل بکنه. چون که همیشه قیمت کسی که خونه رو میخواد بفروشه همیشه خیلی اکسپیکتیشنش بالاست و اون کسایی که میخوان بخرن میخوان در پایین ترین سطح قیمت بخرن. و ریل استیت ایجنت وظیفش اینه که بیاد این دوتا آدم رو با هم آشتی بده و در یک نقطه‌ای به هم برسونه. و بدونید که از لحاظ قانونی، از لحاظ اگر اتفاقی مثلا خدای نکرده بیفته، این یک ریل استیت که قوت قانونی داره و همه کسایی که درش کار میکنن بسیار با تجربه هستن، میتونن از شما حمایت بکنن. پرایوت سیل خیلی ساده است. شما یه خونه ای رو در مارکت تبلیغ میکنید، چه خودتون چه یک کمپانی که ریل استیت هست، و یک نفر به شخصه چه ایجنت شما، و اون آدم میاد خونه شما رو در مارکت میذاره، بعد به قول معروف عکسی از این خونه گرفته میشه و تبلیغ اون انجام میشه. یک تایمی رو همیشه میگذارن که در آخر هفته است و عموما در شنبه ها هست و اون بهش میگن open for inspection، که این خونه ها رو روز شنبه باز میکنن. نیم ساعت هست برای خونه اجاره‌ای، فکر کنم یک ربع باشه، ولی برای فروش خونه همیشه نیم ساعت هست که خونه رو کاملا تمیز میکنن. اگر که ریل استیت ایجنت خیلی پروفشنال باشه، حتما یه شمعی روشن میکنه، خونه رو خیلی قشنگ پرزنت میکنه، دین تعبیر رو قشنگ ست میکنن. بعد همیشه یه بوردی هست و پرچمی هست و نشانی هست و تبلیغی هم هست برای این خونه. این آدم ها وای میسن و اسم آدم اونهایی که میان خونه رو ویزیت بکنن رو برمیدارن
با اینها صحبت میکنن، خونه رو بهشون نشون میدن، اطلاعات رو در اختیارشون میذارن. قبلا راجع به سیکشن 32 صحبت کردیم، یه کپی از سیکشن 32 همیشه هست اونجا و میتونن راجع به این خونه توضیحات بیشتری رو به کسایی که میخوان بیان خونه رو بخرن بدن. و بعد از اون بین اونایی که اومدن خونه رو دیدن زنگ میزنن، باشون تماس میگیرن، اونا رو به دفترشون دعوت میکنن، چایی کافی میشینن سر میز و اونایی که خونه رو دوست دارن راجع به قیمت و نوع خونه و چه زمانی این خونه ستل بشه، چه زمانی میتونن سوابش بکنن صحبت میکنن و ریل استیت ایجنت سعی میکنه که کنترکت سیل رو بنویسه به عنوان آفر و به فروشنده بده و اگه تونست این خونه رو بفروشه. پرایوت سیل زمان خاصی نداره، البته امکان این هست که بعضیا یک متدی هستش که پرایوت سیله ولی یک زمان خاصی، مثلا میگن در تا 3 هفته دیگه این خونه حتما باید فروش بره، اینم یک جوریه که میفروشن، ولی عموما زمان خیلی خاصی نداره. یعنی شما خونه رو تبلیغ میکنید، چند هفته هی اوپن میکنید، اگر که مشتری زیاد اومد، آفر زیادی گرفتین، به اون حد اکسپکتیشن وندور رسید، خب اون آفرها رو قبول میکنه، این خونه فروش میره. ولی آکشن از که همون حراجی حالا ترجمهش بکنیم، یک زمان کاملا خاصی داره. فرق آکشن با پرایوت سیل فقط اینه که در وقتی که یک خونه ای رو به عنوان پرایوت سیل میخرین، شما میتونید شرط و قید براش بذارید. یعنی مثلا اگر من هنوز وام بانکیم اپروف نشده، توی آکشن نمیتونم برم خونه بخرم، چون که آکشن آن کاندیشناله، اصلا نمیتونم قید مثلا بذارم سابجکت تو دی فایننس. سابجکت تو دی فایننس یعنی این که آقا من خونه رو میخرم ولی به این شرط که بانک اینو اپروف بکنه. اگر بانک پول رو به من نده، این دیل دیگه آف هست و دیگه من هیچ قید و ضمانتی یا ابلیگیشنی ندارم بابت پولی پیشی که بدم یا هر چیز دارم، همه پولمو برمیگردونم. و مخصوصا من به همه اونایی که برای اولین بار میخوام خونه رو بخرم همیشه رکومند کردم و توصیه میکنم که اگه خونه ای رو میخرین برای تیب خاطرتون، برای پیس آف مایندتون، همیشه یه دونه سابجکت بذارین به عنوان پست اند بیلدینگ اینسپکشن که یه نفر بیلدر یا یه نفر که توی کار هست، فکر میکنم $500 حالا چند دلار بالا چند دلار پایین، میان و خونه رو اینسپکت میکنن و اگر مشکلی در این خونه هست اونا کشف میکنن و میدونید که خونه‌ای که دارین می‌خرین سالم و سلامت هست. ولی در آکشنی هم چیزی وجود نداره. ولی اگر که میخواین در خونه رو الان هستن که اونایی که فرست هوم بایر هستن، یا آقا ما تو آکشن رفتیم به من گفتن آکشن آن کاندیشناله، من چجوری میتونم این خونه رو بخرم؟ ما میخوام بریم مثلا پست اینسپکشن بکنیم، چون خونه مثلا ودربورد چوبیه ولی به ما اجازه نمیدن. قبل از اینکه آکشن دی برسه، روزی که آکشن، همیشه کمپین آکشن یا 3 هفته است یا 4 هفته. پس اگه خونه ای رو دیدین که هنوز 2 هفته دیگه مونده تا آکشنش، الان وقتشه. شما میتونید زنگ بزنید به توی وبسایت های مختلف هست، روی یلو پیج هست، میتونید پیدا کنید در اطراف اونجا، حتی ریل استیت مورد نظرتون هم خیلی آدما رو میشناسه که اینا بیلدینگ اینسپکشن هستند، چون اینا ثرد پارتی هستند، یعنی مستقلن از بنگاهی. اونا در ظرف تا قبل از اینکه آکشن بیاد میتونن برن یه ریپورتی تهیه کنن. الانم مد شده که وقتی خونه رو میخوام برن بذارن برای آکشن، قبلش اصلا خودشون بیلدینگ و پست اینسپکشن رو میذارن اونجا و بعضی آلردی انجام شده و میشه به اونا تراست کرد، چون اونا به هر حال لایسنسشون در خطره و نمیتونن همینجوری بیان بگن آقا این خونه خوبه. راجع به آکشن داشتیم حرف می‌زدیم، تایم مشخصی داره، همونجوری که گفتم 3 هفته تا 4 هفته اینو تبلیغش می‌کنن و روز آکشن همه دور هم جمع میشن و آکشنیر یه آکشنی رو میخونه و اون به این دلیله که اگر آفری دارین همین الان بگین و هر کسی تونست به اون مقدار اکسپکتیشن وندور برسه اون خونه رو خریده. راجع به آکشن حرف می‌زنیم، قبل از اینکه بخوام راجع به آکشن بیشتر توضیح بدم، دلم میخواد که شما یه آیتمی رو ببینید، ما هم یه بریکی بگیریم که بتونم اطلاعات بهتری در اختیارتون بذارم. ممنون که تا اینجا با من همراه بودید. امیدوارم تا اینجا برنامه خسته کننده نبوده باشه براتون و امیدوارم که اگه سوالی یا شکی داشتین برای خرید یا برای فروش، چه در آکشن چه در پرایوت سیل، تا اینجای برنامه به سوالاتی که در ذهنتون وجود داشته باشه پاسخ کافی رو داده باشم.
خیلی دلم میخواد راجع به آکشن حرف بزنم، چون که میدونم خیلی از ماها چه وقتی میخواییم بفروشیم و مخصوصا برای اونایی که میخوام برن بخرن، هی سوال از من میکنن که آقا اصلا قضیه ی آکشن، این فلسفه ی آکشن چی هست. خب آکشن همونجور که گفتم یا همون حراجی، خونه رو کسی که میخواد بفروشه، یک نوعیش هستش. بذار این اول بگم قبل از اینکه شروع بکنم، چون بعضی از من میپرسن آقا خونمون رو پرایوت سیل بفروشیم یا آکشن بفروشیم. خونه آکشن بیشتر برای خونه‌هایی که قیمت‌های خیلی بالایی دارن، یا اینکه اگر که کالچر اطراف اون منطقه‌ای که دارین می‌فروشین همه خونه‌ها به آکشن میرن. به طور مثال در شهر و توی سی بی دی یا سیتی همه خونه‌ها برای آکشن میرن. اصلا کالچر فروش خونه توی سیتی بر اساس اینه که خونه‌ها توی آکشن برن. ولی وقتی که دورتر میشیم تو سابرب‌های دورتر، میدونیم که آکشن خیلی کم و بیش اتفاق میفته و مردم اونجا همه به دنبال اینن که پرایوت سیل بفروشن و یا از پرایوت سیل بخرن. خیلی خونه های کمی رو میبینیم در مارکت وقتی نهی نزدیک به شهر میشیم، خونه ها آکشنن و پرایوت سیل کمتره. چرا اینطوریه؟ خب یه تاریخچه پشتش داره و در ضمن قیمت هایی که نزدیک به شهر میشن خیلی بالاترن. به این دلیل خونه مثلا پرایوت سیل کردن خونه های 1 میلیونی 2 میلیونی و به بالا همیشه آکشن جواب بهتری رو میده و بعد مردمی که اونجا خرید میکنن همیشه با آکشن خریدن، خب با آکشن هم میفروشن و همینطور این زنجیره ادامه داره. ولی کالچر مردمی که یه خورده عقب‌تر نشستن، چون پولا خیلی زیاد نیست، مثلا 400,000 دلار حتی 300 یا 270,000 دلار، چون رقم های خیلی بزرگی نیست، مردم اول نمیرن مثلا پری اپرووال برای بانک بگیرن یا پول کشی ازش داشته باشن، همیشه میذارن خونهشون اول پیدا میکنن بعد میرن با بانک صحبت میکنن و به این دلیل سابجکت تو فایننس میذارن. اگر شما خونه ای دارید که بفروشید، اول باید نگاه کنید این کالچر یا دموگرافی که اون جغرافیایی اطراف شما چه شکلیه. به طور مثال اگر شما مثلا در مناطق نزدیک به شهر یا خود سیتی زندگی میکنید، بدونید که اونجا کالچرش خیلی نزدیکه به اینکه خونه ها آکشن بشه. به این دلیل شما بهترین روش برای فروشش همون آکشنه. ولی اگه هی از شهر دورتر هستین، به اطرافتون مثلا از 10 تا خونه که فروش میره یکیش آکشنه، بهتر شما هم همونجوری طبق اون روالی که همه دارن میفروشن خونتون بفروشین. توی اونجا خب اون خونه‌ای که همه آکشنه که همه آکشنه، خب بعد بریم. ولی اگر که شما آپشن اینو دارید که مثلا 7 تا خونه اینجا مثلا پرایوت سیل میره، 3 تاش آکشن میره، من بهتره که خونه‌مو پرایوت سیل بفروشم یا خونه‌مو آکشن بفروشم. خونه‌ای که خونه‌ای میره آکشن توی یه همچین مکان‌هایی که بیشتر پرایوت سیل هستن، که اولا شبیهش نباشه، چون که خونه اگر که مثلا به طور مثال دارم میگم توی سابب نری وارن یا توی سابب دندینون، یه خیابونی هست که می‌بینید 10 تا خونه ساخته شده توسط یه جور بیلدر تقریبا با یه سیمیلار فیچر هستن. اگر دو تا از اون خونه‌ها پرایوت سیلن، اگر این یکی رو آکشن بکنی، آکشن شلوغ نخواهد شد، چون آپشن دارن برای رفتن به اونجا. ولی اگر خونه شما به قول معروف شبیه این خونه هاست ولی تازه رنوویت کردین، یا توش استخر داره بقیه استخر ندارن، مثلا چه می‌دونم یه فیچر خیلی خاصی داره، آشپزخونه‌اش کاملا رنوویت شده یا اکستنشنی شده یا یه کاری بهش شده که شبیه این خونه در اطراف نیست، و این مطمئنن به خاطر این فیچر قیمتش از شبیه، یعنی اندازه و سایز مثلا این خونه ممکنه شبیه همسایه باشه، ولی خونه شما به خاطر این کاری که درش کردین 20 تا 100 هزار دلار گرونتر از بقیه میشه، چون شما نمیتونید قیمت واقعی رو برای این پیدا بکنید. میدونید که این خونه از خونه همسایه گرونتره، از خونه که سر کوچه برای فروش گذاشته گرونتره، اما چقدر گرونتره؟ چون شما اینو نمیدونید، اینو میذارینش برای آکشن. روز آکشن دی مردم میان و به شما فیدبک میدن، اون آفرایی که میدن قیمت اصلی رو اونا تعیین میکنن. شما میتونید یه لیمیتی براش بذارین و اگر از اون لیمیت گذشت خب میفروشین، هر چقدر بیشتر بالا بره بستگی داره که چقدر اینترست دورش بشه. بعضی خونه رو واقعا خیلی میخوان، در هر قیمتی میخرن، میتونن هر چقدر برن بالا. بعضی میپرسن که آقا اگر مثلا 50,000 از اون 10%ی که شما گفتی بالاترم بره در آکشن، منع قانونی نداره؟ نه نخیر نداره، در آکشن هر قیمتی میتونه 1 میلیون دلار هم اضافه بر قیمت بره دیگه، این آکشن و حراجی. اون کسی که داره دستش رو بالا میکنه برای بیت کردن، اون خودش لایبله، به قول معروف کسی اونو مجبور نکرده یا بهش دروغ گفته نشده که این خونه اینقدر میارزه.
خونه از 300 هزار تا شروع شده، اگه شما دلت میخواد در آخر آکشن با 1,300,000 بخریش، شما این 1,000,000 اضافه گذاشتین. به این دلیل از لحاظ قانونی دارم میگم، نه از لحاظ عرفی و اخلاقی. به این دلیل از لحاظ قانونی هیچ ایراد و منع قانونی نداره. بعد بعضی از من میپرسن خب این بیت کردن جریانش چیه؟ باید به شما بگم که خب الان سن سوال از من پرسیدن که من دیدم که دستش رو طرف میبره بالا و اون یه قیمتی رو میخونه، این دستش رو میبره بالا چند هزار دلاره. شما باید خوب گوش کنید به آکشنیر وقتی شروع میکنه. آکشنیر اوکی بذار اینجا هم دوباره بهتون بگم، آکشن پرایسش معلوم نیست، یعنی قیمتش اصلا کاملا معلوم نیست، ولی از یه جایی در آکشن شروع میشه. بعد کسی که آکشن رو میخونه قبل از اینکه آکشن شروع بشه میره با وندور و صاحب اون خونه صحبت میکنه و ازش میپرسه که خیلی خوب مثلا شما میخواین خونتون رو چقدر بفروشین. به طور مثال من هدفم اینه که خونم رو حداقل مثلا به طور مثال 620,000 دلار بفروشم. بعد میگم من بالای 620,000 دلار میفروشم و بعدش نگاه میکنم میبینم که وقتی که این 4 هفته یا 3 هفته کمپین بوده مردم بین 600 تا 650 تا همینجوری وربالی آفر زبانی گذاشتن. بعد اون موقع میان وندور رزرو رو، یعنی رزرو به این خونه رو میذارن 620، یعنی وقتی آکشن خونده میشه هر چیز زیر 620 اگر بالاترین قیمت هم باشه فروخته نمیشه. تا به 620 که میرسه آکشنیه اعلام میکنه Now you are selling، یا میگه Now you are in the market. وقتی این رو میگه همه میدونن که از این به بعد هر کسی بیت بذاره و دیگه کسی این بیت رو نشکنه اون آدم میبره. به این دلیل اونجا رقابت شدیدتر میشه و بعد بیت ها رو، یعنی این نمیدونم فارسی بیت کردن چی میشه، مثل این که مثلا هر کسی دستش رو میبره بالا که قیمتی رو بده، این رو آکشنیه تعیین میکنه اولش. به طور مثال همین خونه 620 به بالا رو مثلا از 500 یا 400 تا شروع شده و چون خیلی پایینه آکشنیه اعلام میکنه هر بیت مثلا 10,000 دلاره. به این دلیل وقتی که 400 تا باشه یه نفر دستش رو ببره بالا میشه 410 تا، دومی که دستش رو ببره بالا میشه 420 تا، همینجور 10,000 دلار میبره بالا. بعد نزدیک 620 که میشه ممکنه دیگه حالا رسیده به اونجا دیگه مردم راغب نباشن که 10,000 تا بدن، موقع آکشنیه میاد میگه آقا هر بیت دیگه الان میشه 5,000 دلار. موقع مثلا وقتی مثلا 600,000 تا اومده یکی دستش رو بره بالا میشه 600,000 دلار مثلا بوده، 5,000 دلار بهش اضافه میکنه و میشه 610,000 دلار، 615,000 دلار، 620,000 دلار. بعد از این وقتی به 620,000 دلار میشه بازم ممکنه کسی دیگه 5,000 تا نده، موقع باز هم اکشنیه اعلام میکنه آقا 1,000 تا بدید، حتی 500 تا بدید، حتی ممکنه اینا مثلا خودشون. بعد وقتی شما دارین بید میکنید درسته اونا دمند میکنن که هر دستی که ببرین بالا 10,000 دلاره، ولی این دست شماست. همون موقع هم میتونید وقتی مثلا اکشنیه اعلام میکنه 600 تا و هنوز هر دستی بره بالا 10,000 تا است، شما میتونید بگی آقا من فقط 2,000 تا ندم، دست رو ببر بالا و بگو من 2,000 دلار بالا این بید میذارم. و نصیحت من به اونایی که میخرن این که خوب گوش کنن اکشنیه چی میگه و قیمت رو، یعنی باجتشون معلومه، یعنی آقا من خونه رو مثلا 630 تا میخرم. اگر واقعا این خونه رو 630 تا دوست دارین وقتی شروع میکنید به بیت کردن سریع بیت کنید و بزرگ تا به اون قسمتی که دلتون میخواد مثلا تا بوده 610 تا اینجا رو برسیم و خوب گوش بکنید که ببینید آکشنیر میگه که نویار سلیم یا الان ما تو مارکت هستیم، که اون موقع بدونید از اینجا به بعد دیگه اگر کسی دیگه شما رو بیت نکنه شما برنده میشید. خب سوال اینه که اگر که به وندور رزرو نرسیم و خونه مثلا 620 تا رزروش بوده الان 610 تا مونده چه اتفاقی میفته؟ اتفاق عموما اینجوریه، آکشنیر حق داره از طرف فروشنده خونه یک جور بیدی بذاره که بهش میگن وندورز بید. اولش هم طبق قانون اعلام میکنه که من هر وقت که یه جایی موند و به اندازه نرسید من اونجا یه کاری میکنم، یه بیدیم خودم میذارم که بهش میگم وندورز بید. قانون اجازه رو بهش میده. به طور مثال در 610 تا مونده، اون موقع برای اینکه به اونجا برسه مثلا 615 تاش میکنه و میگه اینو وندور بیده، اعلام هم باید بکنه که دتس این وندور بید. اگر وندورز بید که اومد و کسی دیگه پس نکرد، آخرین نفری که بالاترین بیدو گذاشته ولی به رزرو نرسیده، طبق قانون اکشنیر و اون ریل استیت ایجنت باید برن مستقیما با این آدم اول نگوشییت بکنن، بعد چون این آدم آخرین بید رو کرده و الان ارجحیت داره نسبت به بقیه که بید کردن. پس به این دلیل اونایی که میگن
ما بید نمی کنیم تا اینکه به رزرو برسیم، و وقتی شنیدیم که الان میفروشه بعد از اون شروع کنیم به بید کردن. ممکنه هیچ وقت نرسید و اون موقع این اجازه رو میدید که ریل استیت ایجنت بره با اون کسی که آخرین بید رو کرده مذاکره کنه. پس به این دلیل همیشه خوبه که تاپ این باشه. اگر خونه رو واقعا میخواید، اگر که اوور باجتتون نیست، اگه باجتتون رو قرار نیست استرچ بکنید، همیشه بید بکنید در آکشن و همیشه بالاترین وایسین، مگر اینکه از باجتتون بگذره یا اصلا قیمت اون خونه اینقدی نباشه که بخواید پرداخت کنید، موقع دیگه استاپ کنید. ولی اگر خونه رو واقعا دوست دارید و میدونید که پولتون بهش میرسه و این میارزه، هیچ وقت منتظر نباشید که بقیه بید کنن بعد از این بیان شما مثلا بید اونارو بشکنید. وقتی که خیلی مصمم باشید و همینجوری پشت سر هم بید بکنید، اولا بقیه دیگه اینجوری توان اینو ندارن که با شما رقابت کنن، چون میدونن شما سیریس هستین. اول حتی اگرم بالاتر از این نرین، اونا خواهند ترسید و نخواهند اومد با شما رقابت کنن. بعد از اینم این که شما همیشه روی تاپش قرار دارید. اگر هم به رزرو، ممکنه وندور رزرو خیلی بالایی گذاشته بشه که مثلا ریلستیک نباشه، ولی حداقل شما آخرین نفر بودین که بید کردین و آپشنیر باید بیاد و با شما اولین نفر و تنها نفر با شما صحبت کنه، که اگه شما بیدتون بهتر شد، فوقش مثلا 500 تا بالاتر یا پایین‌تر، خونه به شما تعلق میگیره. اگر نه، اون اجازه داره که بره با بقیه صحبت بکنه. آخرین حرفی که دارم بزنم اینه که برای اون کسایی که میخوان خونهشون رو بفروشن، میگن آقا رزرو پرایس رو کجا بذاریم؟ خیلی خوبه که تو اون 3 هفته 4 هفته از ریل استیت ایجنتتون بخواید که بیاد فیدبک های مردم رو بهتون بگه. مطمئن باشین اون حرفی که ریل استیت ایجنت میزنه برای شما که این خونه چقدر فروش میره، این از اکسپریانس اونه. بعضی موقع هم دلشون میخواد چون خونه شما، بیزنس شما رو به دست بیارن، به شما های هوپ میدن. متاسفانه اینطوریه. خیلی از ریل استیت ایجنت ها فقط به بیزنس خودشون فکر میکنن و میخوان این بیزنس رو ببرن هر طور شده، و به این دلیل وقتی که میان لیستینگ پرزنتیشن رو برای اولین بار میکنن، یه قیمت فضایی به شما میدن و شما، چون شما رو میخوان ترغیب کنن که حتما خونتون رو بفروشین. ولی بدونید که این ریل استیت نیست که میخواد خونه شما رو بخره، شما هم نیستین، پس شماها قیمت رو نمیذارید. در آخر این خریداره که دمند میکنه قیمت خونه چقدر هست. ببین، ولیوی خونه و قیمتی که خونه فروش میده ممکنه با ارزشش فرق داشته باشه. خونه برای شما، مثلا خونه ما ایرانی هم که خیلی خونمون رو دوست داریم، نقاشی میکنیم، کارپت خوب میذاریم، خونمون رو دوست داریم، بهش تعلق خاطر داریم، توش خاطره داریم و همیشه هم فکر میکنیم خونه ما بهتر از بقیه است در نیبرهود، حق هم داریم. خب با اینکه پراد هستیم به خاطر خونه های خودمون، به زمین خودمون، چیز بدی هم نیست، ولی به این دلیل چون ما خونمون رو دوست داریم، فکر میکنیم که باید خیلی هم قیمتش بالا بره. این ارزش خونه است، هیچ ایرادی نداره، خونمون برای اون ارزش داره، ولی بعضی موقع اون قیمت اونی نیست که واقعا ما فکر میکنیم. به این دلیل دقیقاً این بیزنس میمونه، ممکنه تلخ هم باشه، ممکنه ما فکر کنیم خونه ما واقعا 700 هزار تا میارزه. هیچ کس در دنیا نمیتونه بیاد بگه که شما خونتون 700 هزار دلار نمیارزه، ممکنه 1 میلیون باشه اصلا، ولی قیمتی که فروخته میشه خارج از دست همه ما هاست. آخر قیمت اگر که حتی خونه شما 1 میلیون دلار بیارزه ولی خریدارا بیشتر از 700 تا ندن، خونه شما واقعا 700 تا در مارکت فروش خواهد رفت. این ارزش خونه شما نیست، این قیمت خونه شماست. به این دلیل اگر که قصد خونه رو دارین، حتما میک مایند کنید که آقا من حتما میخوام این خونه رو بفروشم، و بهش یه خورده بیزنسی نگاه کنید تا عاطفی، چون که اونجوری اذیت نخواهید شد. و بعدش از ریل استیت ایجنت خودتون بخواید که هر هفته که اوپن اینسپکشن میذاره، از اونایی که میان خونه رو نگاه میکنن و علاقه دارن به این خونه، بپرسه که آقا شما بابت این خونه چقدر میدین. ممکن اونا یه خورده پایین بدن، ولی توی رنجی شما میفهمید که حدوداً کجا وایسادین. اگر همه بین 600 تا 650 تا مثلا حرف زدن، بدونید که مثلا ممکن از 650 تا بره بالا، ولی رزرو پرایستون همین 610 620 بذارین، چون بیشتر از اون بذارین ممکنه هیچ وقت بهش نرسه. نمیدونم دیگه سوالی یا چیز دیگه مونده که راجع به آکشن مطرح نکرده باشم، چه برای خریدارا چه برای اونایی که میخوان بفروشن. فقط اینه که آخرش برای کسایی که میخوان بفروشن، میگن آقا فروختن توی آکشن گرونتره از پرایوت سیل. هم بله هم نه. ممکنه تبلیغاتش به خاطر اینکه 4 هفته باشه بعد بهترین پکیج باشه، و در ضمن شما پول آکشنیر رو هم میدین، ممکنه لیستینگ ایجنت شما آکشنیر هم باشه، ولی من ترجیح میدم، من خودم به عنوان به طور مثال ممکنه بتونم آکشن رو بخونم،
ولی کار من بیشتر اینه که من مارکتینگ میکنم، یعنی که خونه رو توی وبسایت های خوب میذارم، عکاس خوب دارم، میتونم با مردم نگوشیت کنم و به این کارا میرسم. ولی یه نفر که به طور محض آکشنیره، چون این آدم کارش اینه که فقط آکشن بخونه، میتونه آکشن رو داغ بکنه، با مردم خیلی گپ بزنه، توی لحظه گوشش خیلی تیزه، میدونه کی الان از میخواد بیت بذاره و اونا رو پیدا بکنه و با اونا صحبت بکنه. این آدما اسمشون آکشنیره و کارشون لیستینگ و سیل خونه نیست، فقط اینا میان و آخر هفته آکشن میکنه. قیمت زیادی هم ندارن، بین 400 تا 500 دلار بیشتر نمیگیرن، ارزش داره. من خودم میگم بعضیا بخوام پول سیو کنن دست اوناست، من خودم آپشن رو میخونم، ولی همیشه سعی میکنم این که من به این کارهای اضافیش که این همه مارکتینگ هست و اینا رو بپردازم و در روز آپشن یه آپشنیر داشته باشم. این خیلی روش بهتریه. ممکنه 400 دلار باشه و اگر نورمالی اگه یه خونه ای رو میخوایم بفروشیم مثلا نزدیک به 3000 دلار تبلیغش میشه، ممکنه مثلا 1000 دلار بیشتر از این باشه چون پکیج بهتری داره، ولی مطمئن باشین که با تبلیغات بهتر، با آکشنیر خوب هایر کردن، اگر 1000 دلار 2000 دلار اضافه بدین، بدونید که در آخر 10000 دلار بیشتر خواهیم گرفت. یعنی اگر بیزنسی بهش فکر بکنید، سرمایه‌گذاری عالیه. این هیچ خرجی از پاکت شما نیست. اگر واقعا قصد فروش خونتون رو دارین، ادورتایز فوق‌العاده، یک ریل استیت ایجنت مجرب که بتونه نگوشییت بکنه، بتونه مارکت خوب بکنه، و یک آکشنیر خوب میتونه پول بیشتری رو، یه رقابت داغی رو برای شما ایجاد بکنه و پول بیشتری رو به جیبتون بیاره. یک کلام آخر کلام، فکر کنم آقای فورد، کسی که کارخونه اتومبیلرانی فورد داره، یه حرف خیلی جالبی میزنه. میگه کسایی که میخوان بیزنس بکنن بدون ادورتایز و بدون پرداخت پول برای مارکتینگ، مثل آدمی میمونه که سعی میکنه با نگه داشتن ساعت دیواری زمان رو متوقف کنه. اتفاق نمیفته. شب و روز خوبی داشته باشید. حمید قاسمی هستم. خیلی ممنون که توجه کردید. خداحافظ.